الان صحبت کنم. خیر، من الان هیچ سمتی در فدراسیون کشتی ندارم، نه به عنوان عضوی از شورای فنی، نه به عنوان سرمربی، فقط به کارهای شخصی خودم میرسم. ببینید، شاید به قدبات جرأت بگم خدمتون، رسول خادم یکی از بهترین، سالمترین، هرچی بگم کم گفتم، آدمی بود که توی کشتی، یعنی من واقعا روی ایشون یه دید دیگه ای داشتم، یه خیلی دوستش داشتم، دارم هم هنوز، نکه دوستش نداشته باشم، ولی مسیر رو گم کرد، مسیر رو اشتباه داره میره. ای کاش آقای رسول خادم، دوست عزیزم، میدونم هیچ کی اینا رو بهت نمیگه، هیچ کس این چیزا رو جرأتشو نداره در واقع بهت بگه، ولی من بهت میگم، ای کاش تمام این انرژی که میذاری واسه حذف دیگران، ای کاش این همه وقتی که میذاری واسه حذف این و اون و اینا میذاشتی واسه ای کار خودت، ببینی چه بهترین نتیجه رو میگرفتی و تو قلب تک تک مردم جا میگرفتی. شما داری فاصله میگیری از مردم، آقای رسول خادم، از جامعه کشتی فاصله گرفتی. دوست عزیزم، من تو رو دوست دارم، کسی اینا رو بهت نمیگه، ولی من بهت میگم. خب من که گفتم که یه سناریو بود واسه حس من، یک سناریو بود، از قبل نوشته شده بود. داستانش هم از همون کشتگیر 100 کیلوشون که من گفتم من نمیذارم، دقیقا اون کسایی که من انتخابی نذاشتم، یکی اول شده کسی، یکی طلا گرفت 58 کیلو، یکی هم 100 کیلو سوم شد که مطمئن باشه اگه من بودم طلا میگرفت. اینا به من خیلی وابسته بودن، اکثرشون، نه هم که نه مدال نگرفتن، همه ناراحت بودن، به من زنگ میزن گریه میکنه. از اونجا توجه میکنید، من اصلا واسم مهم نیست، اصلا واسم مهم نیست. من شب همون روز اون اتفاق افتاد، همون شبش من بچه ها رو جمعشون کردم تو اتاقشون، باشون صحبت کردم، گفتم راجع به حرکت اشتباهی که ما کردیم، گفتم ببینید اصلا صحنه قشنگی نبود، اصلا قشنگ نبود، سعی کنید اصلا شما این حرکت رو نکنید. من خودم الان خیلی ناراحتم که چرا باید یک عکس العمل نشون بدم. ببینید، من اصلا نمیگم حرکت درست بوده یا هر اتفاق، من خودم اصلا توی چیزم بودم، خودم رو حزم کردم، ولی نه با قهر، نه با اینجوری که دارید حذف میکنید یکیو متهم گونه. خب این درست نیست. بعد ببینید، ریشیابی بهشون میگم قضیه این بوده، ولی چرا آقای طباطبایی رو کنار گذاشتن؟ اگه من مقصرم ها، خب چرا آقای طباطبایی کنار گذاشتن؟ بعد میرن میگن که بیا برو، تو تیم اومده، بیا برو استقبال فرودگاه، که چی؟ الان ازشو دادن کمیته فنی، مثلا میخواد بگه که من مقصر بودم؟ آقایون قربونتون برم، من دوست عزیزم، این دنیا قانون داره، این دنیا قانون داره، اینجوری نیست که شما فکر کنید که همینجوری الان من این کارو میکنم، اینو حذفش میکنم، اونو حذفش میکنم. نه عزیزم، اینجوری که تیمات نتیجه نمیگیره برمیگرده به همون قانونی که من میگم، اون قانون کارمایی که من دارم میگم. اشتباه میکنی، مسیر رو داره غلط میری، دوست عزیزم، مسیر رو داره اشتباه میری. خب من همین سوال رو کردم، من همین سوال رو از دوستم آقای خادم گفتم، گفتم من مشکلی ندارم با حذف خودم، هیچ اشکالی نداره، ولی از رفتار دوگانه ایشون من خیلی ناراحتم. کدوم رفتار دوگانه؟
رفتار دوگانه نسبت به اون حرکت مشابه، یعنی اینکه کاملا مشابه همینو دوست عزیزم، حالا دوست ندارم ناراحت بشه ولی من اسمشو میگم، آقای علیرضا رضایی دوبار، یه بار تو با حرکت فیزیکی با آقای محسن جعفری کرد، یه بار آقای با آقای تقوی گلاویز شد، بزن بزن کردن، تشویق شد، مدیر تیمای ملی کرد، بهش اسمس دادم گفتم یادت میاد پدر بزرگوارتون آقای خادم توی اردوی المپیک با آقای برزگر بزن بزن کرد تو دماغ منصور برزگر با مشت زد، اونا مجازات نداره، اشکالی نداره، حرکت حرکت خیلی قشنگی بود، ولی فقط برای من این اتفاق ناگوار بود، بعد منو اوت میکردید، به من میگفتید برو چرا نقشه میکشید، آقا نقشه نکشید، آقا به من بگید آقا من به این دلیل به این دلیل نداره، فقط برای من، واسه هر کسی که دوستش ندارید واسهش نقشه نکشید. حسن بابک بذارید بگم، نه اون نه هیچ کسی دیگه هیچ کاری نیستن، هیچ، تمام تصمیم رو خودش میگیره ولی پشت صحنه پشت پرده است. حسن بابک اونجا بنده خدا کاری نیست، میاد میشینه اونجا چای نباتی میخوره، هیچ کاری نیست. آخه شما فکر کردی مثلا چی کار میکنه اونجا؟ نه اون، بقیه، هیچ کس هیچ کاری نیست. من دارم بهتون میگم همه تصمیم رو خودش میگیره. ببینید 25 سال پیش نصف این آقایانی که توی شورا هن با نقشه من حذفم کردن، با نقشه که کشیدن حریف من به من گفتن که شما انتخاب شده ای، وزکشی ساعت 5 بود، ساعت 5 بعد از ظهر امروز وزکشی بود، رفتم اونجا که ساعت 5 رفتم وزکشی کنم، به من میگن شما انتخاب شدی، حریفت نیومده، 3 نفر از این آقایانی که الان توی این شورا هستن، خب حریفت نیومده، برو واسه خود بدو. رفتم دویدم، 1 ساعت بعد اومدم به من میگن آقای حریف شما، حالا اسمشو نمیبرم، حریف شما اومده وزن کشیده، شما نبودی وزن بکشی، تو نگو ایشونو قایمش کرده بودن، به من گفتم برو بدو. خب حالا به هر دلیل نمیدونم چی گرفتن، چی این وسط رد و بدل شده، به من ربطی نداره، ولی میخوام بهتون بگم 25 سال پیش 3 نفر از این آقایانی که توی شورا هستن همین کار با من کردن، به من گفتن شما انتخاب شده برو بدو. من رفتم دویدم، دوستمون که حریف منو قایمش کرده بودن گفتن بیا برو وزنتو بکش، بعد به من میگن که شما سر وزنکشی حاضر نشدی، حریفتون اومده وزن کشیده، شما نبودید و ایشون انتخابه. پس ببینید یک همچی آدمایی که من بارها به آقای خادم گفتم من نمیتونم، من دوست ندارم کسایی که این شیوه این تفکرها رو دارن، دوست ندارم با اینها سر یک میز بشینم. مرتب میگفت که اشکالی نداره باشو به خاطر منو، من واقعا ایشون رو دوست داشتم، آقای خادم هنوزم دوستش دارم، ولی رفتارش رو دوست ندارم، رفتارش داره اشتباه میره، به خدا قسم داره اشتباه میره. رسول خدا خیلی شخصیت برجسته توی کشتی ما، نه توی کشتی، توی ورزش ما، ایشون میتونه خیلی به مراتب بهتر از این پیشرفت بکنه، منتش داره مرتب داره توی باطلاق، مرتب داره فرو میره توی باطلاق، من نمیدونم چرا داره این کارا رو، نه به خاطر حذف من، خدا شاهد اصلا یه همچین چیزی نیست، شما باید محمد بنا رو نگه داری، دلیل نداره محمد بنا کنار باشه. ما چند تا داریم تو دنیا، جمع احترام میذارم به محمد بنا، علیرضا لرستانی که کسی نیست، آقا چرا باید حذف بشه؟ چرا باید چند سالی که من میتونه این جوونه میتونه اینجوری کشتی رو اداره بکنه؟ علی آقا یه سوال میخوام بپرسم، ادامه صحبتام ببخشید، همین الان هم من مبارزه من با این رشوه و
چه میدونم برنج آوردن ها و نمیدونم سون آوردن ها و اینا، همین الانش هم که من سرمربی تیم ملی بودم مبارزه میکردم. من به عنوان مدرس میرفتم واسه من میخواستم مثلا برنج بیارن که قبولشون کنم، میگفتم آقا نکنید اینجوری من شما ردتون میکنم، نمیتونم من قبول کنم، نمیتونم. بعد میومدم میدیدم مدرکشو گرفته، خدایی از دست این آدمایی که اینجوری این شیوه رو به کار میبرن. یا به همین آقایونی که من بهشون گفتم آقا نکنید من با این آقای طباطبایی نمیتونم کنار بیام، به آقای بنی تمیم گفتم، گفتم که ایشونو خواهش ازتون میکنم ایشونو بردارید، به آقای عهد پازاج گفتم ایشونو بردارید، به آقای بابک گفتم، ولی میگفتن نه ما ایشونو میخوایم ایشون خیلی خوبه فرانی حرفا. میگفتم بابا اشتباه میکنید، آقا من نمیتونم. من میرفتم توی اتاقم میدیدم مکمل های کشتیگیر نیست، من تهمت به کسی نمیزنم، میدیدم مکمل ها نیست، ویتامین ها نیست، آقا کجا میره؟ کلید اتاق من دارم با آقای طباطبایی، چجوری او غیب میشه؟ کجا میرفت؟ آب میوه ها نیست، میوه ها نیست، من اصلا تهمت به هیچ کس نمیزنم، خدا منو بکشه اگه من بخوام تهمتی بخوام به کسی بزنم. نمیدونم اصلا چطوری گم میشد. به آقای شادپورم گفتم، گفتم آقای شادپور چرا باید مکمل و ویتامینای کشتیگی را گم بشه؟ چرا باید نزدیک مسابقه 10 روز مونده به مسابقه چرا باید مکملاشون گم بشه؟ میگم من نمیدونم. خود کشتیگی اعتراض میکرد؟ نه دیگه، من میدیدم نیست تو اتاق من گذاشته بودم توی چیز، من به کشتیگیرا مکملاشون رو میدادم و اینا، چون به من گفته بود آقای دکتر امیس آسان به من گفته بود چطوری به اینا بدم، بهشون خودم میدادم. پس یه میدیدم نصف مکملا و ویتامینا، چون من همه چیزشون میدونستم اندازه تعداد ویتامینا و قرصا و اینا. ببینید این زد و بنده و که مثلا این کادو رو من میارم واسد، این سوون رو واسد میارم، فلان کشتیگی رو بیارید توی اردو، اینا خودشون میگن که ما فرایند، کدوم فرایند شما رعایت کردید؟ شب ساعت 2 شب یا میدیدم یه کشتیگیر از خوزستان اومده، کی چیز کرده؟ آقای بنی تمیم ایشون سفارش کرده که ایشون توی اردو باشه. دوباره میدیدم از فلان استان یه دونه دیگه اردن. آقا پس من اینجا چیکارم؟ یا باید شمشیر بکشم بر علیه این آقایون، فلان عضو شورا، فلان مدیر، فلان اینا باید تو اردو باشه. آقا خودتون فرایند میذاری بعد خودتونم میگید نه، این که نمیشه. باید ببینید یا فرایند میذارید درست، یا اگه نه که بگید آقا نه همجوری یلخه برید جلو، فرایند میذارید بعد کشتیگی رو خودتون. من یومیدم ساعت 2 شب کشتیگیر اومده از خوزستان، فلانی معرفی کرده باید تو اردو باشه، اصلا جز فرایند که هیچی، جز 20 اول کشورم نیست، نه تنها اونجا، استانهای دیگه هم همینطور. خب من درست میخوام ببرم اسم ببرم، من با اینها جلو این چیزا میستادم، میگفتم خب معلومه که نمیخوام من باشم، معلومه که علیرضا لرستانی واسش یک چیز درست میکنن که میگن خب این به چه درد من میخوره بذار بره. توجه میکنید؟ من یک چیزی هم بگم راجع به مربیگری. من فکر میکردم مربیگری، چون تا حالا بیشتر عضو شورا بودم و اینا، سرمربیگری نکرده بودم، بعد دیدم نه، ملاک دانستن علم تمرین نیست، ملاک دانستن تکنیک نیست، ملاک دانستن چه میدونم شما از علم روانشناسی بدونی ملاک نیست، نمیدونم نظم و انضباط داشته باشی ملاک نیست، ملاک چیزهای دیگه است، باید برن اون چیزها رو یاد بگیرن، اونها مطمئن باشید کمکتون میکنه، حتما تو موفقیتشون کمکشون میکنه و سرمربی میشن، مربی میشن، شک نکنه. و من اونها رو ندارم متاسفانه.
این زبان این بد نیست. بیرون میگن بده دیگه. خب من اینجوری ام، من این بد نیست. خب اگه شما فکر میکنید این صفت صفت بدیه که من نمیدونم چی بگم. شما چی فکر میکنید؟ من بیرون میگن زبان سرخ دیگه، سرش به باد داده. خب ببینید من میگم مربیگری، حرف منو گوش کنید دوستان، اگه میخواین حتما موفق باشید حتما اول خبرچینی خوب یاد بگیرید، تملق، چاپلوسی، دروغگویی، زیرآبزنی، دوبهمزنی، اینا همه فاکتورها، اینا همه تمام اینا پارامترهایی که میتونه شما رو موفق کنه. حتما اینا رو یاد بگیرید، مطمئن باشید که خیلی موفق میشید. مثل من اگه این چیزها رو به کار نبرید، اصلا شما اول باید خبرچین خوبی باشید، متملق خیلی خوبی باشید، چاپلوس، اینها خیلی میتونه کمکتون بکنه. دوستایی که میخوان سرمربی تیم ملی بشن، میخوان مربی بشن در آینده، حتما اینا رو یاد بگیرید. جواب میده توی مملکت ما، البته اینجوریه، تمام رشته ها همینجوریه، فکر نکنید فقط کشتی اینجوریه، هر رشته برید نگاه کنید. اگه شما چرا از کیروش بنده خدا اینقدر متنفرن؟ چون این چیزا رو بلد نیست. اگه بلد بود خب مطمئن باشید که وضعیتش خیلی بهتر از این. بلد نیست، اونم بنده خدا این چیزها رو بلد نیست، کارشو بلده. شما اگه کارو بلد باشی نیازی نیست که بخوای تو چاپلوسی بکنی. چاپلوسی زمانی میکنی که تو کارو بلد نباشی. این شیوه رو به کار میریم این جواب میده. چاپلوسی، تملق، نمیدونم زیراب زنی، من زیراب اونو بزنم که اون نباشه، زیراب اینو بزنم که این نباشه، خبرچینی بکنم، اینو به جون اون بندازم، اونو به جون این بندازم، دروغ بگم. اینا وقتی که تو کار بلد نباشی از اون شیوه استفاده میکنی. ببینید آقای بنی‌تمیم انسان خوبیه، من دروغ نمیگم، انسان خوبیه، ولی گفتم بهتون فدراسیون تصمیم گیرنده یک نفره. میدونید مدل ناصرالدین شاهی، چه میدونم قاجاری و نادرشاهی اینجوری داره اداره میکنه. توجه میکنید اینجوری این کشتی شیوه قاجاری تیز کردن جواب نمیده. ممکنه الان خیلی از دوستان بگن که این چرا تا قبل از این اینا رو نمیگفت. خب من زیر مجموعه فدراسیون بودم دوستای عزیزم، من نمیشد، من وقتی که توی فدراسیونی داری اونجا کار میکنی یا بخوای اونجا رو بریزی به هم دیگه، من بهشون میگفتم در خفا، من بهشون میگفتم، میگفتم آقا این اشتباهه، این اشتباهه، این کار اشتباهه. و ولی خب چیز نه، ولی نمیتونستم من بیام شمشیر بکشم توی تلویزیون و رادیو. باز هم من اگه صحبتای منو با شبکه های مختلف، برنامه های آبکی که توی تلویزیون ساخته میشه با مجری های آبکی تر از اون برنامه شون میدیده که من چلنج داشتم مرتب توی برنامه شون، ایرادا رو میگرفتم، باشون بحث میکردم، بگو مگو میکردم، ولی فایده نداشت. من اگه الان دارم اینها رو دارم میگم، باز هم میگم فکر نکنن که مثلا من الان کنارم این چیزها رو بگم. نه، من تصمیم گرفته بودم بعد از جهانی کلن دیگه از کشتی بیام کنار، بعد از جهانی. منتهی این اتفاق افتاد، خب کار من رو ساده کردن دیگه، قبل از جهانی ما رو گذاشتن کنار با تصمیمشون. ببین من نمیدونم چه جوری دهانه رو میبنده، هر بالاخره یه جوری. شما یه خبرگزاری یه سایت رو من بگید که داره از رسول خادم درست مینویسه، همه یا سفید سفید، یعنی یه دونه رو شما بگید که آقا مثلا گفته که این ایراد، یه خبر تلویزیون رو. خب یه جوری حتما اینا تطمیع میشن دیگه. حالا ممکنه فردا از من شکایت بکنن و نمیدونم دوستامو بگن که این آقا اومده اذهان عمومی رو مشوش کرده. نه، من میگم چرا باید همش بخوان؟ وقتی اشتباه میکنه باید بگن آقا شما این اشتباه داری میری، داره اشتباه میکنی. یه دونه به من میگه آقا تلویزیون برنامه‌ای که داره خط میگیره، برنامه تلویزیون خط میگیره. آقا خب معلومه که برنامه آبکیه، مردم نگاه نمیکنن.
برنامه اس ام اس میذار 5000 نفر اس ام اس میدادن. چرا برنامه 90 میلیون 3 میلیون 4 میلیون همین برنامه اخیری که گذاشتم مال برنامه که پخش زنده بود مال جام جهانی 4 میلیون اس ام اس دادن. حالا بیننده شو من کاری ندارم، 4 میلیون چرا؟ چون صداقت داره. باور کنه تنها برنامه‌ای که من نگاه میکنم، یکی برنامه 90 رو نگاه میکنم، یکی فوتبال های باشگاه های اروپا و چه میدونم لیگ اسپانیا و انگلستان و باشگاه فوتبال خودمون، اصلا کشتی رو دیگه پیگیری نمی کنم چون واقعا خیلی من رو رنجوندن. خیلی خوب، کی اون وقت من گفتم که بهتون این دنیا برمیگرد، هر کاری بکنی برمیگرده به خودت، اون کارمای خودشونه دوست عزیزم، کارمای خودشونه. بیا تیم میاد میره نام میشه دهم میشه نمیدونم. خب وقتی که تو بیای بری مشکل بخوای واسه یکی دیگه، یه جا دیگه خودت مشکل پیدا میکنی. این قانون این دنیاست. شما هر چقدر بخواید جلوی مردم بگیری، یکی رو بخواید نمیتونی حذفش کنید تا خداوند نخواد. شما تمام سعیتون رو کردید محمد بنا رو بخواید اصلا کلا محوش کنید، نمیتونید، نمیتونید، چون خدا نمیخواد. خیلی ها سعی میکنن، ببخشید من باز دوره میرم توی فوتبال، خیلی ها سعی میکنن عادل فردوسی پور رو حذفش کنن، نمیتونن. اگه میتونستن من خود مدیر یک رسانه به من گفت، گفت به خدا اگه زور اون میرسه این فردا اینو حذفش میکردیم، ولی نمیتونن. چرا؟ چون خدا نمیخواد. تو تمام تلاشتو بکنی تا اون نخواد، امکان نداره هیچ اتفاقی بیفته. حذف دیگران شما میفهمن بابا، به خدا با شعور مردم نمیشه بازی کرد. مردم با شعور، مردم میفهمن، میدونن تو با کلک بری جلو، با حقه، با نیرنگ بخوای بری جلو، مردم میفهمن، میدونن آقا شما با صداقت جلو نمیری. وقتی یه صداقت داشته باشی مردم میفهمن، وقتی نداشته باشی هم باز میفهمن. نتیجه تیم میگه این، شما آزاد نگاه کنید چطوری نوجوانان چهارم میشه، نمیدونم امید میاد هشتم میشه، نمیدونم بزرگسالا میاد دهم میشه. خب چرا؟ یه جای کار میلنگه دیگه، اونم از برنامه های اشتباهشون. علم تمرینی که برنامه تمرینی اشتباهشون باعث شد که خیلی از قهرمان های ما حذف بشه، باعث شد آقای صادق گودرزی اون کمرش این مشکل واسهش پیش بیاد، برنامه های اشتباه، باعث شد مهدی تقوی حذف بشه، کسی که میتونست 10 تا مدال جهانی، که باعث شد رضا یزدانی تو المپیک، اون اتفاق المپیک لندن رو دارم عرض میکنم خدمتتون، باعث شد که آسیب ببینه. به خاطر چی؟ به خاطر تمرینات اشتباه. شک نکنید به این حرف من، تمرینات اشتباه باعث شد که اینا این اتفاق و این آسیب دیدگی ها. خیلی از قهرمان های ما اینجوری حذف شدن به خاطر تمرینات اشتباه. بله مصطفی حسین خانی، این بنده خدا همش زانواش مشکل داره، چرا تمریناتون اشتباه است؟ آقا چرا نمیخواد قبول کنه که بلد نیستی علم تمرینو؟ ببینید یه چیزی من بهتون بگم، توی این فدراسیون من که سرمربی، یه بار من جوانان قبول نکردم دیگه، پیش از اینکه نوجوانان قبول بکنم سرمربیگری تیم جوانان رو بهم پیشنهاد کردن، قبول نکردم. چرا؟ چون نمی‌دونستن طرف حسابم کیه، شورای فنیه، مدیر تیم‌های ملیه، دبیر فدراسیون، چیز نایب رئیس فدراسیونه که کشتی فرنگی رو در اختیار ایشون گذاشت، یا رئیس فدراسیونه، اصلا نمی‌دونستن طرف حسابم کیه. به خاطر همین جوانان قبول نکردم که بعد دوباره گفتن خود شورا از من خواستن، خواهش کردن که نوجوانان کسی نداریم، باید یک فردی باشه که این شایستگی ها رو داشته، که من قبول کردم. گفتن الان قبول نکنه میگه که این آرش میاد نوجوانان جوانان رو قبول کنه، فقط فکر سرمربیگری بزرگسالانه. نه قبل از انتخابات پخش کنید لطفاً، قبل از انتخابات. امیدوارم که دوباره رسول خادم بشه، این حرفای منو گوش بکنه. من به درد به منافع خودش دارم میگم، خدای من شاهده، این انتقاد نیست، دارم بهش میگم داری مسیر رو داری اشتباه میری. خواهش ازت میکنم قبل از انتخابات بذار، امیدوارم باز هم رسول خادم بشه،
چون بسیار فرد شایسته ایه، منتاش مسیر رو داره اشتباه میره. آقای رسول خادم، شما مگه عقده داره که آقای سیرسپور رو بخوابونی بشینی زیر دست آقای بنی تمیم یا آقای لایق؟ ایشون شخصیت بزرگیه، ایشون 83-84 سالشه، چرا باید آقای ترخاخ که رئیس فدراسیون بوده بذاری زیر دست آقای بنی تمیم؟ کشتی شما، هنر شما، اصلا کشتی، ورزش کشتی یک چیزیه که یک ورزشی که توی کسوت نگه داشتن، بزرگتر کوچیکی توی کشتی همیشه بوده، شما اونو از بین بردید، شما روی گشاده رو از بین بردی. من نمونهشو آقای طالقانی روی گشاده ای داشت، همیشه لبخند روی لباش بود، همیشه در اتاقش باز بود. شما کدوم بار لبخند روی لبات بود؟ کدوم بار دوست عزیزم در اتاقت باز بود؟ گوشیتو بر نمیداری، نمیدونم یارو قهرمان جهان پشت در نگهش میداری؟ چرا این کارو میکنی دوست عزیزم؟ من واسه خودت میگم، اصلا علیرضا لرستانی باشه نباشه به درک، چون علیرضا لرستانی توی کشتی هیچی نیست، بود و نبودش هیچی نیست. شما باید خودتو درست کنی اگه میخوای 4 سال دیگه بمونی. نباید آقای سیروسپور، نباید حتی ما بگیم جایگاه اون دبیر ایشون مشاوره، من نمیتونم توی کشتی اینو قبول بکنم. چرا؟ اگه چارت سازمانی چه میدونم کارمندی و این چیزا بود بله، ولی کشتی کسوت مهمه، جایگاه کسوت، نه اینکه شما بشینی این چیز اون بالا بشینی بعد دبیر و نایب رئیس این ورانور بقیه این ور چه میدونم آقای سیروسپور، آقای ترخاق، نمیدونم آقای برزگر، آقای جوادی، اینا همه رو بذاری زیر دست اینا. نه عزیزم، دوست عزیزم، این راهش نیست، داری اشتباه میری. من اصلا سعی نمی کردم بخوام ببینم ایشونو، واقعا توی این یک سالی که بودم یه بار فقط ایشونو دیدم، اونم اصلا نمیخواستم ببینمش، قسم میخورم گیر کردم روبروی و دیدمش، میخواستم برم صبونه بخورم، روبرو دیدمش، دیدم مجبور شدم چیز کردم. ولی من عکسای الان بهتون نشون میدم، باید بذارید حتما اینا رو. کشتیگیر من نباید بیاد بره روی زمین بخوابه روی تو خودت آقای رسول خادم. پسرت الان توی بهترین دانشگاه های آمریکا داره درس میخونه، تو پسرت اجازه میدی بیاد توی اون خوابگاهی که اونجا درست کردی بخوابه؟ اگر تو پسر خودتو یک بار اومدی اونجا ببینی آقای رسول خادم، قربونت برم دوست عزیزم، یک بار اومدی اونجا سر بزنی به عنوان یک پدر، به عنوان پدری که اونجا متولی کشتی آزاد فرنگیه، یک بار اومدی اونجا رو ببینی؟ نه اومدی دوست عزیزم. منظورتون از میلیونی چیه؟ اگه منظور 2-3 میلیون مثلا میلیونیه، خب آره 2-3 میلیون تومن میلیونیه، بله میلیونیه. اگه این پولی که داره میگی بله پولاتونو همتونو دادن پولاتون؟ آره این پولا 2-3 میلیون تومن پول خدا خیرتون بده. من همه رو خرج کشتیگیرا میکردم، به خدا هندونه، نمیدونم خیلی چیزای دیگه، اصلا من درست نیست بخوام بگم، خیلی چیزا همه رو خرج خود کشتیگیرا میکردم یا بهشون پول تو جیبی میدادم. من نباید بدم، باید فدراسیون بده. شما یک بار اومدی 5000 تومان بدی دست یک کشتیگیر، اینا خودشون میساخته میشن آقای، این فقط ویترینو داره درست میکنه. ویترینش چیه؟ کشتی آزاد، اونم بزرگسالان، همین ویترینش، نتیجه بگیره که اونم که اینجوری داره با تامینات اشتباه و با نمیدونم اون نیتی که دارن کلا کشتی آزادم دارن نابودش میکنن. خب ببینید، خودشون دستای خودشون هم بستن. آخه اون موقع محمد بنا خودش تصمیم میگرفت، ولی الان اینها اومدن یه فرایندی گذاشتن، خودشون هم دستای خودشون هم بسته شده، نمیتونن الان دستش بزنن. ویترینی که من میگم فقط مسابقات جهانی و المپیک، اونم توی بزرگسالانه دیده میشه، توی آزاد. خب چیزشون همینه، مثلا تمام پوزشون اینه. حالا الان مثلا میخوام بگم مثلا آسیایی، ما این بازی آسیایی معلومه که میاد میرید جواب 5-6 تا طلا میگیری توی آزاد، خب معلومه که هر کی بفرستن اونجا میره طلا میگیره، این پوزی نداره که شما بخواید بگید که آقا ما
مثلا اینقدر مدال گرفتیم توی آسیایی، شما برید جهانی ببین چیکار کردید. چرا باختیم جهانی؟ چرا تمرینات اشتباه و اصلا اونجا به خدا کشتیگیر آزاد میومد به من مینشست پیش من، خدا شاهد من از شونه میبرم، میومد میگفت آقا من اصلا هیچ لذتی واسم تمرین نداره، هیچ چیزی انگیزه ای ندارم، خیلی خفقانه، خیلی سخته، همه چی واسمون سخته، همه چی واسمون آرامشی نداریم ما اینجا، هیچ تفریحی واسمون نیست. خب نمیشه که آقا، شما باید شرایط واسه شون از اون حالت زندانی که درست کردین از اون درش بیارین. به کشتیگیری که داره میره جهانی اصلا هیچ شادابی نداشته، هیچ تراوتی توی کشتی نبود، نبود که یه کشتی آزاد. خب این خیلی بده، میدونید؟ یادم یکی دو سال پیش یکی از کشتیگیرها اومد به من گفت، گفت لرستانی فلانی، حالا آقای رسول خادم بذار بگم سر مربی بودی، اشکالی نداره میگم، اومده به من میگه، میگه که شما اولین حریفتون این فرنگی کاران. آقا دوست عزیز، دوست عزیزم، فرنگی کار حریفته یعنی چی؟ چه دشمنی آخه با کشتی فرنگی داره؟ آخه شما شخصیت اون کشتی گیرم تخریب میکنی. میدونی چند تا الان از سوال بالا سرش میاد، میگه این رئیس فدراسیونه، چرا داره میگه که اولین حریفتون کشتی فرنگیه؟ یعنی اینکه شما باید از اونا بهتر نتیجه بگیرید، اونا ببازن که شما برنده بشیم. ما یعنی چی این حرفا؟ آخه درست نیست دوست عزیزم، والله درست نیست. ببینید من میگم اگر حرفی زدم، خب حرفی زده باشم، ممکنه چیزی گفته باشم که به ناحق گفته باشم، یادم نمیاد گفته باشم، ولی میگم ممکنه، ممکنه اگه حرفی به ناحق زده باشم میگم که حلالم بکنه. نه اینکه من نمیگم که چیزی گفتم بر علی منو حلال کنه، نه به خدا، اصلا من چیزی نگفتم. خودشم میدونه، ازش بپرسیم، میگه همچه علی رضا لرستانی آنسترینه اونجا تو اون شورا، فقط اون یکی حرف درست داره میزنه. خیر، اصلا ببینید من یه چیزی رو بگم، بازم گفتم اونهایی که میگن من کردم، من کردم، آدم های شارلاتانی هم. خب چرا؟ چون اگه راست میگن 50 نفر توی باشگاهشونن یا 10 نفر توی عضو تیم ملی هم، من هم سرمربی میگم، مربی باشگاه رو دارم میگم، خب چرا اون 40-50 نفر دیگر رو نمی کنن؟ چرا المپیک لندن از 8 وز 7 وز بودن، 10 نه یادم نیست، حضور ذهن ندارم، لندن 7 وز، یه وزشون به خاطر اینکه سهمیه نگرفت. خب چرا 3 طلا گرفت؟ چرا آقای اخلاقی طلا نگرفت؟ خب اونا خواستن، خودشون خواستن طلا گرفتن، نخواستن نگرفتن. آقا من خودم زحمت میکشم، کشتیگیر خودش داره زحمت میکشه، ما فقط هدایت میکنیم. من نمیخوام، محمد بنا همیشه هیچ وقت نگفته من کردم، اونا همیشه میگه یه کار جمعی بوده. مثال زدم اینو که گفتم، من مربی باشگاه هم میگم، ایشون هم یه 50 نفر توی کلاس، چرا 1-2 نفرشون میان قهرمان میشن، بقیه رو چرا نمیتونی بکنی؟ چون میاد بحث تفاوت‌های فردی میاد دیگه وسط دیگه، درسته؟ چون تلاش بیشتری میکنه، چون زحمت بیشتری داره میکشه اون که میاد قهرمان میشه. پس هر کسی که نتیجه‌ای میگیره، شخصی رو دارم میگم، نتیجه حاصل کار یک پروسه زمانیه و نفر، کسایی که دخیلن توی این قهرمانیش، ایشون هدایتش میکنن، از پدر و مادر شروع میشه تا مربی، تا فدراسیون، تا مربی های فدراسیون کشتی، تا هیئت اون شهر، اینا همه دخیلن و بقیه ماجرا که خودشه که زحمت میکشه، تلاش میکنه و نتیجه میگیره. من که از اول گفتم بودم که اصلا هیچ، من پارتی بازی، کدوم پارتی بازی؟ کیو مثلا من؟ روح‌الله دلنگیز یه مربی سازنده بوده آوردم،
آقای سیامک قیطاسی مربی سازنده بوده آوردم، نمیدونم اون آقایی که مال دسفول، اصلا اسمش هم الان حضور ذهن ندارم، از دسفول سه تا شاگرد داشته توی تیم ملی، اونو آوردم. من کی آوردم که بخوام پارتی بازی؟ چه پارتی بازی؟ همشون بر اساس شاگردایی که داشتن بودن. نمیدونم، در هر صورت ببینید من کشتیگیرا رو واسم هیچ فرقی نمیکنه آقای حاتمی، واسم هیچ فرقی نمیکنه، همه رو مثل بچه های خودم میدونم. یعنی این که من بخوام فکر کنم مثلا پسرم از دخترم بیشتر دوست داشته، دخترم از پسرم دوست داشته، بچه های خودم رو دارم میگم، اصلا این همچی چیزی نیست. این کشتیگیرا مثل بچه های خودم، هیچ فرقی نمیکنه چه نفر دهم باشه. شما برید بپرسید کسی که تو اوردی اووردن مثلا پنجم بوده چهارم بوده، هیچ فرقی واسم نمیکنه با نفر اول که مثلا سال قبلش مثلا قهرمان جهان شده. دیدی که تیمی هم که بردم دو تا قهرمان جهان رو من گذاشتم کنار، چون باخته بودن، منم گذاشتمش کنار. کی میکنه این کارو؟ یه تیمی که 100%شون تو انتخابیه شرکت کرده بودم، کدوم کی میاد چیز 81 رو بذاره توی تیم؟ من سال 81 یعنی رضایت نامه گرفتم از پدرشون، رضایت نامه دارن که من اینو ببرمش مسابقات آسیایی جهانی. تو اونجا هم رضایت نامه خواستن از ما توی آسیایی که من اینو بردم. کشتیگیر 42 کیلومون 42 و نیم کیلو هم بود تازه، بود 81، یعنی دو سال دیگه بازم نوجوانان میتونه کشتی بگیره. کدومشون این کارو کردن؟ من بد کردم آقایون؟ چرا نمیدید زمانی که آقای اشکانی سرمربی تیم ملی بود، اون موقع کشتیگیر 11 کیلو 12 کیلو کشتیگیر 42 کیلو کم میکرد؟ من بد کردم که کشتیگیر وزنشون نیاوردم پایین؟ بعد منم 11 کیلو میوردم پایین، 12 کیلو کشتیگیر رو میوردم پایین. کشتیگیر 42 کیلو چقدره که من 12 کیلوشو بخوام کم بکنم؟ این انصافه؟ بعد بگم من تیم قهرمان جهان کردم؟ ببخش خیلی خسته شدم، یه سوال دیگه بپرسم. یه استراحت بکنم. یه چیز آره آب میده بدم. آره نه خب برای حظ من بود، میخواستم من حظ بشم، اصلا بحث چیز نیست. تلویزیون اومده البته به من خیلی گفتن که بخوام من، ولی منتاش من چون میخواستم این تیم نتیجه بگیره، گفتم اگه منم بخوام جنجال بکنم و شلوغ بکنم و اینا، بعد از اون قضایه به من زنگ زدن که بخوام من مصاحبه کنم، گفتم بذار این تیم بره نتیجه بگیره، شلوغ نکنن، نمیدونم بگم که این باز شده اون باز شده، من هیچی نگفتم. چهار ماه من سکوت کردم، سه ماه چهار ماه من سکوت کردم، هیچی نگفتم، که گفتم که بذار این تیم بره اونجا نتیجهشو بگیره و نمیدونم بی خود. بعد دیدم نه، همه چی داره بر علیه من داره میشه، اصلا من این وسط چیزی نبودم، یه سناریویی بود نوشته شده بود، سناریو نوشته شده بود که بخوام اینجوری بخوام منو اوتم بکنم به هر جوری. محمد بنار انقدر بنده خدا رو اعصابشو خورد میکردن، بعد میومد با مش میزد به دیوار، دستش داغون میشد له میشد، چیکار کنه؟ بیاد با مش بزنه توی دهن اون کسی که مثلا داره اعصابش خورد میکنه، میزد به دیوار. بعد میگفتن این عصبی این دیوانه است این. بله بله بابا، یارو اومده خدمت بهت بکنه، بابا چرا نمیخوای بفهمی؟ اومده به تو خدمت میکنه، بعد تو داری نابودش میخوای بکنی؟ آخه به خدا درست نیست، به خدا درست نیست، داری مسیر رو داری اشتباه میری. دوست عزیزم، گیرم که خلق را به طریقی فریفتی، با دست انتقام طبیعت چه میکنی؟ تو سر چهار نفرم بخوای کلا بذاری بگی من اینجوری اونجوری، من نیستم، این بود اون بود، ولی یک کسی هست عادل همه چی رو داره میبینه، همونم تو کاست میذاره، تاوان رو باید بدی دوست عزیزم، شک نکن، این قانون این دنیاست. مهمترین نقدم این بود که خودمحور بود، ایشون همه کارا رو میخواد خودش انجام بده، نمیشه اینجوری، این اتفاق خوب و میمونی نیست. و بهش پیشنهاد میکنم
از کسایی که اشکالی نداره اگه ازت ایراد میگیرن، اگه ازت انتقاد ممکنه مثلا اونجوری که شما بخواید مثلا نمیشه، مثلا یکی مثل اکبر فلا یا مثل محمد بنا نمیتونن متملق و چاپلوس باشن. خیلی خوب نبودن، بیا بذارشون ازشون استفاده کن، بعد حمایتشون بکن. شما به عنوان یک پدر باید حمایت بکنی، نه زیر پاشون پوست خربوزه بندازی، کاری که با من کردی نکن دوست عزیزم. واسه این 4 سال آینده امیدوارم که باشی، حداقلش این از کسایی استفاده بکن که تخصصشون اینه، کارو بلدن، نه اینکه بیای بری کسی که چه میدونم خوب گوش به حرفت میده. ببین بحث بعضی هستن تملق نمی کنن ولی گوش میدن به حرف. خب من اصلا چیز ندارم بگم که کی تملق میکنه کی نمیکنه، اصلا من کاری با فکر نگوی از من میگم اینایی که الان هستن همهشون متملقن و چاپلوس، اصلا یه همچین چیزی نیست. خب ولی کسی چه میدونم، حالا اسمای بزرگ رو شما میارید، من اصلا دارم نمیخواد مثلا صحبتی راجع به آقای برزگر یا اشخاص دیگه ای بخوام بکنم، ولی من میگم که اگه شورای فنی تشکیل میدید اجازه بدید مستقل خودشون تصمیم گیرنده باشند، نه اینکه فقط اونجا نگاه به دهن شما بکنم ببین شما چی مزنه دهنتون چیه همونو تصمیم بخوام بگیرن. من این شیوه رو دوست ندارم. من خیلی از اعضای شورای فنی حقوق نمیگیرن در رشته آزاد، حالا فرنگی رو من نمیتونم بگم بازار سقاطه، ولی آزاد رو میدونم یکی دو نفری هستن که حقوقی دریافت نمیکنن و رأیشون هم حالا نمیدونم توی رأی‌گیری‌هاشون نیستم که ببینم، مستقل عمل میکنن یا نگاه میکنم چه چیزی میخواد، ولی میدونم که یکی دو نفرشون حقوقی دریافت نمیکنن. من نظرم اینه که سرمربی باید مستقیم با رئیس فدراسیون در تماس باشه. یعنی چی مدیر شورا دبیر؟ من هیچکی اصلا هیچ خودش نباید، خودش باید کاری که اشتباهی که مسئولین ما دارن میگن، مسئولین نظام دارن میکنن همینه. حالا میگه اینا رو قطعش میکنم، نه چرا قطعش کنی، بذار بگم اشتباهاتشون. آقا باید بیان برن ببینن درد مردم رو، ببینید درد مردم رو، بیان بریم ببینید تا بخواد از سرپل ذهاب برسه به دست شما آقایون مسئولی که مسئولیت دارید. حرفا صد جور عوض میشه، بعد میگن همه چی در امن و امان، همه چی عالیه، شهر هیچ مشکلی نداره. نه اینجوری نیست، خودتون برید ببینید، جاهای خودتون انتخاب بکنید برید ببینید، نه بهتون بگم بیا بریم اینجا رو ببین اینجا رو ساختیم، نه این نیست. برید ببینید، بگید آقا من خودم یه مشاور دلسوز بذارید، بگید آقا من میخوام برم این دهو ببینم اینا کجاشو آباد کردید. آقای رئیس فدراسیونی که میخواین الان چند روز دیگه انتخاباته، میخواید رئیس فدراسیون بشید، خودتون بیاین. بار من یک بارم جلسه با آقای رسول خادم نداشتم، هیچ حرفی هم مثلا آقای بابک هم که کاری نمیتونست بکنه، مجبور بودیم هر چی اونا بگن ما بگیم باشه دیگه، ایناست که بوده که وارد دیگه، هر چی که هست همونو ما هم میگفتیم باشه، ما فقط مجری بودیم و فقط میگفتم این چند وقت بگذره و ما کنار بکشیم، چون واقعا اون چیزی که من میخواستم اصلا نبود. به خاطر این من میگم رئیس فدراسیون هر کی که میخواد باشه باید ارتباط مستقیم داشته باشه با سرمربی، با مربی بیاد بشینه بگه آقا مشکلی ندارین، حداقل 10 روز یه بار، حداقل ما یک بار مشکلی ندارید، چه ایرادار بیاد آقا با کشیگر صحبت بکنید، کسر شنت نشه دوست عزیز. رئیس فدراسیونی که باش، ما کی هستی آقا؟ بیا ببین کشتیگیر مشکلی نداره، بیا ببین اصلا چیزی احتیاج نداره، ببین داره میره شهرستانشون پول تو جیبی داره. یارو من میگه آقا لرستانی من هندونه میفروشم، میگم خوبه، خب کار خیلی خوبه، هندونه هم مال باقی خود. میگه نه اجاره چیز همه چیز اجاره، یه هندونه چیز میکنم
از یکی نسیه میگیرم میارم میفروشم. خب شما اینا رو میدونستی؟ کشتیگیر نداره آقا، نداره. یک بار اومدی اونجا سر بزنید بگی آقا چیزی احتیاج داری، پول تو جیبی نمیخوای، اینا درد کشتیه دوست عزیزم. امیدوارم واسه 4 سال بعدی اینا رو رعایت بکنی. از من مشاوره بگیر دوست عزیزم، از من بخوا بیام بهت مشاوره درست بهت بدم، نه این آدم های متملق و بدبخت و کوچیکی که دور خودت جمع کردی. من بهت درست میگم، من دلم میسوزه، از من بخوا، نه از اون آدم هایی که دورت گذاشتی بیای بگم که چشم همه چی عالیه، همه چی روبراه. نه اینجوری نیست. همون صحبتی هم راجع به مسئولین، بعضی از مسئولین نظام بازم میگم خودتون بیاین برین، آقا کس شأنتون نشه، آقا وزیری باش، آقا باش، استانداری باش، که چی؟ من نمیدونم چرا باید خودشونو تافته جدا بافته بدونن، چرا باید خودشونو با از مردم ندونن، چرا باید خودشون فاصله بگیرن. آقا بیا برید ببینید درد مردم چیه. یادم یکی از این قهرمانامون توی شورای شهر یه تاکسی رفته بود تو شهر میچرخید که ببینه درد مردم چیه. بهش گفتم بابا دوست عزیز، تو خودت بچه جنوب شهری، دوست عزیزم، تو همه درد کشتی و مردم و همه رو میدونی، نیازی نیست تو بخوای با تاکسی بچرخی بخوای ببینی درد کشتیگیر چیه. میگم معذرت میخوام، درد مردم چیه؟ درد مردم خودت درد کشیده ای، خودت بچه پایین ترین نقطه شهر بودی، خودت فرش ماشینی پاره زیر پات بود دوست عزیزم. حالا به من ربطی نداره الان تو کجا میشینی و وضعت چقدر خوبه، ولی تو درد مردم میدونی. چرا فاصله گرفتی؟ چرا فاصله میگیری؟ چرا بعد این نماینده مجلس میری فاصله میگیرید از مردم؟ کی هستی؟ چرا تافته جدا وافته خودتون رو میدونید؟ برید واسه تو صف نون بگیرید، والا ازتون کم نمیشه، به خدا روتونم میره، مردم عاشق شما هستن، بهتون رأی میدن. برید در اون نونوایی که قبلا ازش نون میگرفتی، بازم برو از همونجا نون بگیر، باز برو از اون بقالی که میرفتی چیز میز و خرت و پرتای خونه رو میگرفتی، باز برو از همون بگیر، برو یه خدا قوت بهش بگو. برو از اون قصابی که قبلا ازش گوشت میگرفتی، نه خودتو نگیر، نوکر نذار واسه راننده نذار که بره بگیره، خودت برو بگیر. مرسی. خب ببینید آقای رسول خادم هنوز از کشتی فاصله نگرفته، اشکالی نداره، دوست داری سرمربی باشی باشه، ولی رئیس فدراسیون نباش. نمیشه آقا، هر دوتاش ما هم دیگه نمیشه، 3-4 تا پوزیشن داشته باشی نمیشه. اشکال نداره شما مربیگری رو دوست داشت، همجوری که امیر هم اینجوری بود دوست داشت، مدیر بود بعد میومد دخالت میکرد توی مربیگری و میومد رئیس بود میومد دوباره کوچ میکرد، اشکالی نداره، خب دوست داره. خب ولی میدونید پوزیشن ها مختلفه، شما رئیس فدراسیونی باید اعتماد کنی به سرمربیت. وقتی به من به عنوان یک سرمربی اعتماد کردی، دیگه نمیای بیا اونجا بشینی اینو این کارو بگو، این تمرینو بده، اینو حذفش کن، اونو بذار، این انتخابی درست نیست. این یعنی که من به سرمربی که گذاشتم اعتماد ندارم. وقتی من بیام بشینم اونجا برنامه‌های خودم رو بخوام به اون دیکته بکنم، حتی اگه نباشم، باز این چیه؟ اصلا درست نیست. یعنی من به سرمربی اعتماد ندارم. وقتی که رئیس فدراسیونی، باید بشینی تو جایگاه خودت اون کارها رو دیگه بسپاری، اعتماد کن به سرمربی که میذاری اجازه بده کارشو بکنه. اگه سرمربی شدی دیگه با ریاست فدراسیون نباید کاری داشته باشی، چون باز هم میگم پوزیشنش متفاوته، یک شأن و منزلتی داره، یک جایگاهی داره، تعریف شده است، مشخصه. بعد اصلا درست نیست بابا، شما داری رقابت میکنی با کشتی فرنگی، حتی تو سرمربی آزادی دیگه، تو داری رقابت میکنی که بخوای نتیجه بهتری بگیری از فرنگی دیگه، ها هر کی باشه همینجوریه. پس دیگه رئیس فدراسیون نیستی، تو پدر خوبی نیستی، نمیتونی باشی. حتی تو پوزیشن رئیسی دیگه باید نباید واسط فرقی بکنه سرمربی
آزاد، تیم آزاد نتیجه بگیره، تیم فرنگی نتیجه بگیره. تاجی میگه وقتی تو فرنگی بودی میای رقابت، میافتی توی رقابت، تیم نتیجه بگیره. چرا به ضرر ماست؟ شرایط مساویه آقای حاتمی، شرایط مساویه واسه همه دنیا یکسانه، واسه همه دنیا یکسانه. واسه کشتی ما بخواد صبح باز کشی باشه چه اشکاله ده؟ منتاش احمقانه، تصمیم احمقانه است. میدونی چرا؟ شما کشتگیر ساعت مثلا 9 باز کشی کرده، ساعت 10 باز بره کشتی بگیره، آقا نمیشه، نمیشه. شما باید بدن برگرده، باید بدن جواب بده. حالا حتی که 1 کیلو کم کرده باشه، 2 کیلو کم کرده باشه، باز هم بدن جواب. چرا 4 ساعت بزن ساعت 12، ساعت 1 بزن مسابقات، اشکالی نداره. نه 1 ساعت بعدش چجوری جواب میده بدن؟ اون تصمیم، تصمیم احمقانه ایه که گرفتن، که میگن که آقا صبح وقت کنید. نه اشکالی نداره، اشکالی نداره، اتفاقا من موافق این قضیه هستم. ولی تو کشتیگیر نوجوان توی رشده، میدونی من میگم تصمیماتشون احمقانه است. کشتیگیر نوجوان سن 16-17 سال توی رشده، کشتیگیر 42 کیلو امروز 42 کیلو و فردا ممکنه بشه 50 کیلو. غیر از اینه؟ خیلی خوب، پس کشتیگیر نوجوان، نوجوانانی که من داشتم، من میمدم میرفتم کشتیگیری انتخاب میکردم که دقیقا 42 کیلو باشه. اصلا واسه من فرقی نداره، اون موقع هنوز این قانونم نبود که صبح وزکشی باشه و اینا، اجازه نمیدارم کشتیگیرم وزن کم بکنه، هنوز این قانون صبح وزکشی نبود. آقای حاتمی این اشتباهه که کشتیگیر رو هی وزن کم بکنه. این چه قانونیه که بخوایم ما مثلا 6 کیلو کم بکنیم 5 کیلو؟ آخه چرا باید همچین اتفاقی بیفته؟ چرا ما کشتیگیرا رو طور تربیت نکنیم که وزن کم نکنن؟ چه بزرگسالان، چه جوانان، چه نوجوانان، چرا باید همچین اتفاقی بیفته؟ مثلا اگه سر وزن باشی چه اتفاقی میفته؟ این اصلا اپیدمی شده. اصلا فکر میکنم خیلی خوبه همه 5 کیلو کم کردم، چرا باید کم بکنی؟ اصلا خود فدراسیون باید تصمیم بگیره که اصلا یک همچین اجازه نده به کشتیگیر که اصلا 2 کیلو 1 کیلو هم کم بکنه. چرا باید کم بکنه؟ آب بدنش میره، کلیاش. کشتیگیر 42 کیلو پارسای قهرمان جهان شده به من میگه آقا لرسانی من اصلا این خالیه، این جام خالیه. میگه کلیه انگار که مثلا هیچی ندارم، کلیاش از کار افتاده، 12 کیلو وزنش 42 کیلو کم کردن سال قبل. چرا باید همچین اتفاقی بیفته؟ کشتیگیر سیستان و بلوچستان، چرا باید همچین اتفاقی بیفته؟ 42 کیلو چقدر که بخواد 12 کیلوش کم بکنید؟ ببینید این باید نمیدونم تفکر مربی رو عوض بکنه. همینجوری مدرک فرت و فرت و فرت مدرک میدم بیرون. چرا؟ او سایت رو نگاه میکنم هفته 1 کلاس برگزار میکنن، درجه 3، درجه 2، درجه 1. آقای کارگاه، آقا ندید انقدر مدرک. آقا خیلی از مربیای شما هنوز به مربی احتیاج داره، باید خودش هنوز خیلی چیزها رو یاد بگیره. تا وقتی که ما بودیم اصلا هیچ کلاس روانشناسی نمیذاشتن، همچی که ما رو اوت کردن بیایم ببینیم چقدر کلاس روانشناسی دارن میذارن. روانشناس دارن پای روانشناسایی رو وارد میکنن توی کشتی که اصلا روانشناس ورزش نیستن. روانشناس هم همه رو قرصی میکنن، بکنید تا نتیجهشو ببینید. همه رو قرصی میکنن، آقا اینو بخور استرابت میاد پایین، اینو بخور شب زود میخوابی، اینو بخور. بکنید تا به این نتیجهشو میبینید. دوست عزیزم این یه بار گفتید این دستمال کاغذی اینجاست، آقا بابا یه سر من که نباید فختم از یارو چیز آوردید اینجا، از سیری آوردید. نه زیاد، ولی هیجان وقتی که باشه چرا آدم بالاخره صحبت‌های آدم. ببینید بحث روانشناسی کردید، من یک مقاله‌ای رو من نوشتم، یک تحقیقی کردم از کشتیگیرها و دارم این تحقیقی که کردم. کشتیگیرا یک مشکلاتی دارن، حالا شاید به خاطر رشته‌ای که دارن، بعضیا درصدش پایینه تونستن با این چیز کنار بیان، بعضیا نه انقدر بالاست که دیگر چسبیده به آمپر، چسبیده اون بالا سقف زن. بیماری هایی هن که خودشو نمیدونن بیمارن،
توجه میکنید؟ خودشون اطلاعی ندارن بابا، به خدا احتیاج دارن به روانشناس. آقا چرا فکر میکنن اگه بریم پیش یه روانشناس یا پیش یه روانپزشک میگن دیوونه ای؟ نه به خدا، اینجا همه جای دنیا میره کش. فوتبالیست یارو رفته مثلا با خانمش به هم زده، آقا میره پیش روانشناس، میره پیش فوتبالیسته تحت دریا از تیمی مثلا حذفش کردن، میره پیش روانشناس، میره پیش روانپزشک. خب برید آقا، برید بگید آقا من ایرادا رو دارم، برید بگید آقا من دوست دارم دیگران آزار بدم، دوست دارم اذیت کنم. اگه نگفت تو سادیسم داری، به خدا قسم بعضیا دوست دارن اذیت کنن، دیگران آزار بدن، بعضیا حس نارسیسیسمی دارن، خود بزرگبینی، خود شیفتگی، خودشونو برتر از دیگران میدونن. خب این بیماریه، توجه میکنین؟ اینها رو حالا بعضی همه رو با هم دیگه دارن، بدبینی هم میاد جزوش. درمانش چیه؟ درمانش باید برن به یه روان پزشک بگن اینا رو، به یه روانشناس اینا رو بگن، بیان درمانشون بکنن. خب بابا نشانهاشو من دارم بهشون میگم، میگم کسی آقا اذیت بکنی سادیست داری، کسی به همه شک داشته باشی بدبینی تو بیماری، کسی که خودشو خیلی بزرگ ببینه بیماره. آقا اینا همه بیماری های نشانه های بیماریه. خیلی خب برید درمان کنید خودتونو، من دارم میگم بهش. نه چه مشاوره میگیره؟ کی گفته اینا بهش مشورت میده؟ من شما موافقم کسی مشورت نمیده بهش؟ نه من فکر نمی کنم اصلا از یک نفرم مشورت بگیر. این چیزی که من دیدگاهش رو چون من میشناسم، فکر نمی کنم از کسی مشورت بگیره. فکر می کنم همش خودش برنامه ها رو خودش همه رو میچینه. اگه بود که من میفهمیدم، من هم آزاد باش کار کردم، من فرنگی هم تو شورا بودم. سلامتش بود توی کار، یعنی آدم دزدی نیست. ببینید فکر منافع خودش نیست، منافعی که منظورم مادیه دارم میگم، حالا منافع دیگه هم ممکنه بخواد به نفع خودش. آدمی نیست که بخواد ناسالم باشه، نمیدونم دست پاک، چشم پاک. خب اینا همه حسنه، واسه یک انسان حسنه، ولی خب بالاخره هر کسی ایرادم داره دیگه و نمیخواد ایراداشو برطرف بکنه، این خیلی بده. ببینید تمام این صحبتهایی که من کردم آقای حاتمی، که به من میگه چرا اینقدر جدی هستی، چرا لبخندی روی لبات نیست و اینا، آدم وقتی که داره توی این حالتی که میخواد راستگویی و بگه درست بگه، با صداقت حرف بزنه، با لبخند و نمیدونم این چیزا، فکر نمی کنم قشنگ باشه. من باز هم میگم توی صداقت، تمام حرفایی که من زدم از روی صداقت. ببینید من همیشه به شاگردای خودم میگم کسی که صداقت نداشته باشه یعنی هیچی نداره. تو وقتی که صداقت نداشته باشی توی کارت یعنی هیچی نداری، هر کی که میخوای باش. صداقت مهمترین چیزیه که باید یک انسان داشته باشه، با نیرنگ و فریب و دروغ و نمیدونم این چیزا به جایی نمیرسه، هیچ کس به جایی نمیرسه. با صداقته که شما به همه جا میرسید، اینو شک نکنید، توی قلب تک تک آدم ها جا میشید. در آخر صحبتام اینو عرض بکنم خدمت دوستای عزیزم که دارن این برنامه رو میبینن، من نه خصومتی به آقای خادم دارم نه با هیچ کس دیگه، هنوزم من رسول خادم رو دوست دارم، قلبا احترام واسه ایشون قائلم، ولی باز هم میگم دوست عزیزم، من دشمن شما نیستم، من دوستت دارم. ای کاش این وقت و انرژی که واسه، بازم میگم، این وقت و این انرژی که واسه حذف دیگران میذاری، که چطوری حذفشون بکنی، واسه کار خودت میذاشتی، مطمئن باش که خیلی موفق تر از اینی که الان هستیم
میشی. شک نکن، مطمئن باش.